وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و هدف بررسی مناطق آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر در ولایت بامیان به این ولایت رفت. غلام بهاءالدین جیلانی گفت در هفته‌های آینده روند توزیع کمک‌ها به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در ولایت بامیان آغاز خواهد شد. سید محمد موسوی از بامیان گزارش می‌دهد. این سفر که در ادامه سفرهای هیئت وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و مناطق آسیب دیده کشور در اثر سیلاب‌های اخیر در شماری از ولایت انجام شد، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در کنفرانس مطبوعاتی در بامیان از شروع روند توزیع مواد غذایی برای 5000 فامیل متضرر از سیلاب‌های اخیر در این ولایت در هفته‌های آینده خبر داد و گفت وی در این سفر 4 کت از بسته‌های صحی و حدود 10 میلیون افغانی را نیز با خود به بامیان آورده است تا برای متضررین این حوادث توزیع نمایند. سفر امروز ما مدام میلیون افغانی از وجوه اضطرار به بامیان انتقال دادیم و ای در جلسه اضطراری را تصویب بکنه، همین لحظه که اقدامات سریع را روی دست بگیرند. در همین حال شماری از نماینده های مردمی بامیان در مجلس این کمک ها را در برابر خسارات که شهروندان بامیانی از ناحیه سیلاب و کرونا متحمل شده اند ناچیز خوانده میگویند. در سال جاری شهروندان و زراعت پیشه های بامیانی از ناحیه کرونا، سیلاب و آفت زدگی محصولات زراعتی خسارت های زیاد را متحمل شده و این موضوعات نیز باید شامل کمک های حالت اضطراری حکومت شود. ما در قسمت حوادث ما اوتون کمک را که در این ارتباط شده باشد تا هنوز نشده، گیره خواهش شما در این قسمت کمک خوب من متضرر میشه. ولی در وقت بیماری آمد مردم را سراغ شد گرفت که همه مردم به یک شکل بیمار شد و بر کشت زراعتشان نتونست به صورتی که لازمه رسیدگی بکنه. یک دویم زراعتی که انجام دادن به این زراعت در خیلی جاها آفت رسیده، سرخی آمده و به جا ملخ آمده اینا که باز رو شما میتونید بررسی کنید، اینا هم فکر میکنید جز حالات اضطرار باید بیاید. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در حالی با بامیان سفر کرد که حدود 2 ماه قبل در اثر سرازیر شدن سیلاب در این ولایت نزدیک به 20000 جریب زمین زراعتی تخریب و ده‌ها رسم واشی دیگر تلف شدند. سید احمدی موسوی، تمدن، بامیان. برای بررسی بیشتر این خبر همکنون آقای مهدی افضلی مشاور وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث را از طریق تلفن با خود داریم. عرض سلام دارم حضور شما آقای افضلی، بفرمایید که برنامه های بیشتر وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برای کمک به مردم بامیان چیست؟ به نام خدا بار سلام خدمت شما و مردم افغانستان. وزارت حوادث با توجه به تحولات اخیر که در سراسر افغانستان متاسفانه اتفاق افتاد و مردم افغانستان متضرر شد و یک بخشش هم مردم بامیان به عنوان یک بخش جدی افغانستان متاسفانه در اثر سرازیر شدن سیلاب های گسترده در این ولایت که خصوصا در ولسوالی ورست ولایت بامیان منطقه سرخجوی و منطقه دای فولادی متاسفانه اتفاق افتاد، سیلاب های گسترده. در نهایت وزیر صاحب حوادث دیروز در یک سفر اضطراری در کنار بزرگان افغانستان رفتن در ولایت بامیان با جمعی از بزرگان، رهبری حکومت محلی، جامعه مدنی، روحانیت، شورای ولایتی ملاقات نمود و ساحات که آسیب پذیر شده بود در نتیجه این حوادث او ساحات را بازدید کرد و از کمک عاجل 10 میلیون افغانی از آدرس وزارت حوادث برای مناطق آسیب دیده ولایت بامیان اختصاص داده شد. در کنارش جلالت ما وزیر صاحب حوادث برای نزدیک به 5000 خانواده کمک غذایی و کمک عاجل و رسیدگی برای نیازمندان ولایت بامیان دست تنظیم کرد و در نهایت 200 فامیل هم کمک های غیر به اصطلاح غیر غذایی را بهشان تسلیم داده شد. آقای افضلی، شهروندان ولایت بامیان اما دیروز بله جدی جریان داشت. بله شهروندان ولایت بامیان اما کمک هایی که از طرف نهاد شما تعهد شده را ناچیز خوانده و میگن که این کمک ها دردی از اونها را دوا نمیکنه. پاسخ شما در این رابطه چی هست؟ ببینین، شما میدانین که در سراسر افغانستان حالت اضطرار اعلام شد و نزدیک به 15 ولایت افغانستان در اثر سرازیر شدن سیلاب های
سیلاب ها و حوادث طبیعی متضرر شد. حکومت افغانستان، ظرفیت حکومت افغانستان و وزارت مبارزه با حوادث با عنوان هماهنگ کننده و کمک کننده به مردم افغانستان با توجه به امکانات دولت افغانستان و ظرفیت های این وزارت هست. ما تلاش کردیم که به کمک های عاجل و آنی را بر مردم بامیان تنظیم بکنیم. کمک 10 میلیون افغانی بر کسایی که بیجا شده و کسایی که نیازمند هست کمک قابل ملاحظه بوده. 5000 خانواده را ما تحت پوشش قرار دادیم و با توجه به آسیب های جدی که در سراسر افغانستان متاسفانه وجود داره، از زیر وزارت حوادث و رهبری حکومت افغانستان که ما دیروز یک مقدار اقلام دوایی و صحی را هم از طرف جلالت ماب معاون صاحب اول ریاست جمهوری رئیس کمیسیون رسیدگی به حوادث دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای مردم بامیان بر ریاست اسامی ولایت تسلیم داده شد به حضور مقامات محلی. لذا آنچه که واقعیت هست است که امکانات دولت افغانستان به شدت محدود است. وزیر صاحب تلاش میکنه که با توجه به امکانات در سراسر افغانستان به شکل متوازن در چارچوب عدالت اجتماعی بر مردم رسیدگی شود و این همان امکاناتی بود که دولت افغانستان در اختیار داشت و از مردم بامیان دریغ نکرد. تشکر. جهانی، سپاس از اشتراک شما در این گفتگوی تلفنی. آقای مهدی افضلی، مشاور وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث.